به نام خدا و با سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگو. پروسه صلح در افغانستان آن پروسه بغرنج و پیچیده است که تا به اکنون دولت افغانستان نتوانسته است که حتی یک گام مثبت هم بردارد. و در ایام برگزاری کنفرانس بین المللی دوم آبان، عنصر مصالحه با مخالفان دولت افغانستان یکی از آجنده های این کنفرانس می باشد. در برنامه کنونی گفتگو همین موضوع را ما با آقای استاد محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح به بحث می گیریم. استاد خوش آمدید به گفتگوی امشب. شما سلامت باشین. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. اگر اجازه بتین یک عرض سلام داشته باشم و خدمت همه بیننده های ارجمند این پروگرام شما. تشکر. استاد در آغاز میخوایم بپرسم که جایگاه مصالحه و گفتگو با طالبان و هم مخالفین مسلح دولت افغانستان را در کنفرانس بین المللی دوم آبان شما چگونه ارزیابی میکنین؟ با توجه به این که ضرورت به صلح و آشتی ملی یک ضرورت و نیاز اساسی و حیاتی جامعه ما هست، خب موضوع صلح حالت اصلی و حالت بسیار مطلوب همه جامعه جهانی امروز هست. اما خب در کشور ما که 32 سال بدبختی جنگ و ویرانی را پشت سر گذاشته، این یک نیاز اصلی هست. این مردم ما به خوبی این نیاز خود درک میکنن و آرزومندن که به این صلح عادلانه و پایدار برسن و دوستای بین المللی ما هم، همسایه های ما هم، اینها هم میدانن که پشتیبانی از صلح و مصالح ملی در کشور افغانستان به معنای دوستی واقعی به حساب میره. یعنی دوست خود ما ارمونای رو میدانیم که برای ما، برای مردم ما در آوردن صلح همکاری بکنن، از پروسه حمایت بکنن، پشتیبانی سیاسی بکنن، مالی، لوجستیکی و امثال عظیم. پس جایگاه حمایت بین المللی از پروسه صلح، طوری که شما دقیق اشاره کردین، در کنفرانس دوم بن یک جایگاه خاصی هست و دوستای بین المللی ما در جستجوی پیدا کردن راه های مؤثر، راه های کوتاه‌تر و حتی راه های آسان‌تر از طریق رسیدن به یک صلح پایدار در کشور ما هستند. سپاس. اما چیزی که خیلی هم مهم است استاد این است که عدم شرکت گروه طالبان یا مخالفین مسلح دولت افغانستان در تدبیر کنفرانس و یا هم در کنفرانس بین المللی بن، چی فکر میکنید؟ به معنای شکست پروسه مصالحه در افغانستان پنداشته نمی شود؟ یک واقعیت است چی ما ایره تلخ بدانیم چی شیرین. اوی عبارت عزیز که مخالفین مسلح که مخاطب ما هستن، یعنی در رأسش گروه طالبا و رهبری طالبا که ما با اونها آرزو داشتیم و داریم که اونها بالاخره خردورزی پیدا بکنن. البته اونها ضرورت دارن به ای که آزادی عمل خود پیدا بکنن، حتی آزادی تصمیم گیری و کمکاری اگه پیش برین، اما آزادی اراده خود اینها بیابن و بعد بتانن با هموطنای افغانی خود اینها دیالوگ بین الافغانی را آغاز بکنن. متاسفانه عدم اشتراک اینها معنای ای هست که این پروسه را خدشدار می سازه، یعنی پروسه صلح و مصالحه را خدشدار می سازه. لیکن
جناب صاحب شما خبر دارین که چند ماه پیش شورای عالی صلح اعلام کرد که طالبا میتونن رهبری از اینها در کنفرانس دوم بن اشتراک بکنن و در اونجا اینها آزادانه مستقلانه نظر خود بتن، حتی با بعضی برنامه های دولت میتونن در مخالفت باشن، اما به شرط که رئیس جمهور کرزای گفت که ما نمیخوایم با طالبان مذاکره بکنیم، بلکه مستقیما وارد مذاکره با پاکستان میشیم. یک موضوع ایره که ما من حیث الاصل او را داشتیم، داریم و خواهیم داشت، او عبارت ازی هست که اینها به حیث یک گروه سیاسی، ولو که امیدوار هستیم آدرس به زودی پیدا بکنن که آدرس معین شود که ما ضرورت ای که از راه دروازه خانه که عبارت از پاکستان باشه، چرا اینا شما میفهمید مدت زیاد است که اینها مهمان خانده یا ناخانده به پاکستان هستن و شکی نیست که صاحب خانه صاحب اختیار است. لحاظا حکومت افغانستان هم که گفت که ما با پاکستان بریم به خاطر این که اینا آدرس معین ندارن، ما نمیفهمیم که اینا کجا هستن و دیگه تا حال صدا بلند نکدن که بگن ما اینه به فلان زمان به فلان مکان ما حاضر هستیم که مذاکره را آغاز بکنیم. گرچه در دو تا پیام تبریکی اید که از جانب ملا عمر آخوند شده اشاره رفته که ما حاضر به مذاکره هستیم، اما او کافی نیست. اما چیزی که خیلی ها مهم است استاد این است که رئیس جمهور کرزی در یک مصاحبه خود با هفته‌نامه یا مجله شپیگل آلمان گفته است که تلاش های مذاکره با طالبان را یا پاکستان رد نموده است و یا هم تلاش دارد یا تلاش کرده است که آن را سپوتاژ نماید. حال دیدگاه شما در مورد سخنرانی رئیس جمهور یا مصاحبه رئیس جمهور کرزی در این مورد چی بوده؟ خب ما جز ای که جانب حق داشته باشیم و آنچه که منافع کشور ما و مصالح اولیای مردم ما را بهتر تامین کرده میتانه با در روشنی از او صحبت بکنیم. من میخوایم بگم اولا خو عمل پاکستان که اشتراک نکرد در کنفرانس بن معنایش ای هست که بدان همکاری و پشتیبانی و حمایت از این پروسه صلح اینه میکنن، یعنی و وقتی که پاکستان حاضر نشوه که اشتراک بکنه، یقینا طالبا هم که در کنترل حلقات نظامی پاکستان هستن، اونا هم حاضر نمیشن که اشتراک بکنن. گرچه ما اشتراک از طریق پیوستن به پروسه صلح گفته بودیم که رهبری بیایند به صلح به پیوندن در ترکیب هیئت افغانی بروند. چرا آره شما شاداب صاحب شما میفهمین این کنفرانس دوم بون ماهیت کنفرانس اول بون نداره، او وقت از صفر شروع شد، شروع کردن سنگ تهداب ماندن، کابینه را درست کردن، ترتیبات موقت را صحبت کردن و تدابیر را اتخاذ کردن که لوی جرگه استراری در ظرف 6 ماه شوه، دولت انتقالی را تشکیل بته، پستای کلیدی را تصویب بکنه، بعدش قانون اساسی لوی جرگه شوه، قانون اساسی به تصویب برسانه، بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری و باقی مانده. اما این بار این کنفرانس دوم بن یک کنفرانس افغانی هست که دولت گرداننده از این هست. سپاس. در این و نظام نو به اینجا مطرح نیست. بله استاد، گفته های وجود داره که رئیس جمهور کرزی چالش اساسی در برابر پروسه مذاکره یا صلح در افغانستان است و همچنان زمزمه های وجود دارد که جامعه جهانی ممکن فیصله بن را چنین بکنند که همین چالش ها از میان برداشته شود. من میخوام بگم ببینین عمل عدم اشتراک
عمل مفید به صلح نیست و ممد پیشبرد پروسه مصالحه نیست. یک عکس العملش هم که از زبان رئیس جمهور کشور ما شنیدیم که این سبوتاج است از طرف پاکستان، ما ایرم یعنی مفید به حال صلح و پروسه مصالحه نمیدن. بله، حالا فکر نمی کنید که اگر چنین فیصله شود که همین یک اداره موقت با وجود بیاید در افغانستان در کنفرانس بن چنین فیصله شود، فکر می کنید که جنگ ها در افغانستان بیشتر خواهد شد یا نه کمتر خواهد شد؟ نه، من اگه اشاره داشتم یعنی حقوقا آل اشتراک کننده های کنفرانس بن که خب شاید در حدود 90 کشور و سازمان های جهانی باشه، در عمدتا در سطح وزرای خارجه کشورها، اینها آجندایشان این نیست که بیاین یک نظام جدید در یک ساخت و بافت نو سیاسی دولتی را اینها مطرح بکنن و از این طریق اینها یک قطعنامه صادر بکنن. این تو نیست. سپاس. اما چیزی که خیلی ها مهم است، چرا حقوقا اینا این صلاحیت ندارن؟ بله استاد، یک چیزی که خیلی ها مهم است این است که با اینکه رئیس جمهور کرزی گفته بود که ما به جای طالبان با پاکستان میخواییم وارد مذاکره شیم، اما اکنون این سخن رئیس جمهور کرزی که میگه پاکستان مذاکره صلح با طالبان را رد و این تلاش ها را سپوتاش کرده است. چی فکر میکنید؟ حال تغییر جهت یا تغییر موضوع رئیس جمهور در پاکستان را یا بالای پاکستان یا در برابر پاکستان را نشان نمیده؟ خب من میخواییم بگم که رئیس جمهور در مدت 9 سال که بر سر اقتدار بوده واقعا در برابر پاکستان نرمش حتی بیشتر از حد ضرورت نشان داده. بله، همین نرمش رئیس جمهور کرزی در مقابل پاکستان باعث دوامدار شدن جنگ در افغانستان و عدم مذاکره دولت افغانستان با گروه یا مخالف نشده است؟ تحلیلگرا حق دارن تحلیل معین خود داشته باشن و روی از این یک ارزیابی داشته باشن، نتیجه گیری داشته باشن. من میخوایم بگم که در مذاکرات هم یک اصل تقریبا پذیرفته شده جهانی هست که از موضع قدرت باید رفت به میز مذاکره. اگر آدم از موضع ضعف و موضع عذرگذاری رفت به میز مذاکره، معنایش ای است که همه شرایطی که جانب مقابل طرح میکنه باید انسان او را بپذیره. سپاس. اما استاد میخواییم بپرسم که حالا موضع افغانستان چیست؟ قدرت است یا نه عذرگذاری؟ من میخواییم بگم که بیایم یک مقدار سیاست های جدید در سیاست های مبتنی بر واقعیت ها به حساب بیاریم. واقعیت های تلخ وادار ساخته که از رئیس جمهور شروع تا رده های پایین اینها ملحوظ نظر قرار بتن، از این که تنها خوشبین باشن، تنها مثلا امیدوار باشن، بلکه بیاین روی واقعیت هایی که بر زمین موجود است روی از اینها اعمال خود عیار کنن و سیاست های خود عیار کنن. از این واسطه ما خواهان یک دیپلماسی فعال و شایسته کشور خود هستم در برابر همسایه ها، به خصوص در برابر کشور همسایه کلان ما پاکستان. سپاس. اما چیزی که خیلی ها مهم است استاد این است که از دیدگاه شما در رابطه با صلح یا گفتگو یا دیالوگ با گروه یا مخالف دولت افغانستان از طریق دولت افغانستان ممکن کنفرانس بن چی پیشنهاد بکنه یا چی فیصله هایی بکنه؟ من این یک فرصت خوب میدانم به خاطر ای که ما نیاز داریم که صدای دوستای بین المللی ما یک صدای واحد باشه، یک صدای هماهنگ باشه،
یک صدای واقع بینانه باشه و او نکات مبهم، نکاتی که التباس شده میتانه و تعبیرها و تفسیرهای مختلف شده میتانه، اینها برداشته شده، شفاف و روشن جامعه جهانی پشتیبانی خود نشان بده. و ای که یعنی در حالتی که این حملات بیرحمانه تروریستی بالای کشور ما، بالای شخصیت های وطنی ما، بالای شخصیت های زبده ما، ملی ما، این دوام پیدا بکنه، آیا جامعه جهانی با یک اعلام موضع فرض کنیم برای ما که اینها تسلیت بتن و محکوم بکنن این عملر به این اکتفا نمیشه؟ یعنی امروز جامعه جهانی حضور پررنگ نظامی داره، سپاس. و هدف از اینا خواستار از این هستین که نه از طریق عذرگذاری بلکه از طریق قدرت باید مخالفین دولت افغانستان به دولت بپیوستن؟ ما من حیث کسانی که رسالت و مسئولیت یک امر مقدس و یک نیاز مبرم جامعه خود که عبارت از رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار باشد داریم، ما ترجیح میتیم که این گره ها توسط دست باز شود، نه توسط دندان. یعنی ما ببینین به حیث مسلمان ها وقتی که وصلح و خیر میگیم، وقتی که خداوند متعال میفرمایه که هرگاه دو طایفه از مؤمنا اینها قتل شروع کردن در بین خود، شما بین از اونها صلح بکنین. سپاس. اما اگر بیشتر به تاریخ نریم، در 40 سال اخیر هیچ نظامی که در افغانستان بوده باعث از این نشده که از طریق مذاکره محو شود و یا هم از طریق مذاکره یک به دیگر خود بپیوندن، بلکه همیشه قدرت نظامی بوده یا زور بوده، به همین قسم در کشورهای دیگه جهان. حالا چگونه میشه که با توجه به تاریخ، با توجه به دید جهان، حالا مذاکره یا راه نرمش را با مخالفین به پیش گرفت؟ ببینین امیال چی هست امروز هم دروازه صلح باز است که او کسی که نمیخواد کشته شود و نمیخواد که بکشه از این دروازه صلح داخل میشه، آبرومندانه با دیگه اعضای جامعه زندگی مسالمت آمیزه شروع میکنه. چنانچه تا حال مثلا 3000 نفری که چیز عمده از اینها، تعداد عمده از اینها تفنگ به دست داشتن، تفنگ های خود گذاشتن آمدن و قمندان ها و سرگروه ها و دگه و دگر هم با خود داشتن. خب این دروازه باز است و امروز جنگ هم به شدت دوام داره. اون شما به رسانه ها خبرها رو میرسانید که امروز اینقدر از مخالفین کشته شد، اقدس گیر شد، اقدر بم انفجار کرد، اق ملکی ها کشته شدن، اق نظامی ها مثلا کشته شدن. همین حالت فعلا دوام داره. ما میگیم صدای ما ای هست که نکنین، دست به خشونت نبرین، کشتار بس کنین، بیاین از راه صلح و مذاکره. خب تا حال ما اتون به فکر میکنیم که رهبری طالبا اگر از دلم بخواهند که اینها پس با وطن خود بیایند و پس با وطندارای خود بیایند، اما چی خطرات از جانب کنترل کننده ها بالایشان وجود داره؟ شما میفهمید در پاکستان حلقات معین سیاسی، حلقات مذهبی و حلقات نظامی مخصوصا استخباراتی وجود داره که اینها از وجود این قسم مخالفین و از وجود این اشخاص که بیاین خرابکاری بکنن، قتل و این حملات بیرحمانه انجام بدن استفاده میکنن. متاسفانه اینمی حالت بسیار رقتبار من فکر میکنم که این باید باعث از این شبه که قدر به عقل بیاین. بله استاد، چیزی که خیلی ها مهم است رهبری شورای عالی صلح است.
حال گفته میشه که بعد از تدویر کنفرانس بین المللی سیاسی بن، رئیس شورای عالی صلح برگزیده میشود. حالا چی فکر میکنید رئیس شورای عالی صلح ممکن چه کسی خواهد بود؟ مشکل که ما نفر معینر تو نشانه بگیریم. خب میخوایم بگم که خلا واقعا خلای کلان واقع شده، اما این شخص از بین اعضای شورای عالی صلح خواهد بود یا نه چهره جدید در صحنه خب خواهد آمد؟ در امی جرگه مشورتی انعنوی ما روی پر کردن این خلا صحبت شد و یک چند تا مواصفات هم ذکر کردن که یک شخص دلسوز و باورمند به صلح باشه، یک شخص یک چهره که قابل اعتماد مردم باشه و همچنان این طرف و طرف و یک شخص دیندار باشه، عالم و با تجربه باشه. اینی یک ده مواصفات هم اونا ذکر کردن و در صحبت آخری که یکی دو روز قبل از حرکت رئیس جمهور به طرف بن، اعضای شورای عالی صلح ملاقات با اونها داشتن، در اون ملاقات روی این مسائل صحبت شد، روی یکده پرنسیپ ها صحبت شد که شما به کنفرانس دوم و بن که اشتراک میکنین دیدگاه های شورای عالی صلح اینی چیز هاست که شما از شما ما میخواییم که این پرنسیپ ها را شما باید مد نظر بگیرین و از اونا پشتیبانی بکنین و روی شخص هم صحبت شد و عده بهمی کردن که پس بیاییم با هم مشوره میکنیم. از یک نگاه خو از نگاه اصول وظایف داخلی امو مجمع عمومی شورای عالی صلح میتونه رئیس تعیین بکنه، بله. اما خوب است که پشتیبانی شخص رئیس دولت و در رأس دولت قرار داره، قوای سیگاره در رأسش است، از اونا هم نظر یعنی ملاحظه قرار بگیره. سپاس. طرح دولت افغانستان در کنفرانس بن برای مصالحه مخالفین دولت افغانستان از دیدگاه شما چیست و آیا شما در جریان هستین شورای عالی صلح که طرح مصالحه یا مذاکره با مخالفین چیست؟ اگر ایتو خواسته باشیم که جوابش بگوییم که یک ده ارزش ها و پرنسیپ ها را که باید رعایت شود، مثلا من تو اشارتن میگم فرض کنیم که پروسه صلح به رهبری افغان ها باشه، به مالکیت افغان ها باشه، بر محور منافع افغان ها بچرخه، یک اصل. اصل ایست که جامعه جهانی سعی بکنن آدرس معینی در یک کشور مورد توافق رهبری طالبا و مخالفین مسلح آماده بسازن که اونها به او برون. اما اصل فراموش نکنین، بعد از او بفرمایید، اصل ای هست که ما صراحتا گفتیم که به حیث یک گروه سیاسی یک آدرس داشته باشند، نه به حیث یک دولت یا شبیه دولت یا دولت در دولت یا دولت بر دولت، به این معنا نه، یعنی به حیث امارت اسلامی افغانستان نه یک آدرس داشته باشند، بلکه یک گروه سیاسی هستند مستقل. بله. سپاس. اما چیزی که خیلی ها مهم است استاد، طالبان نمیخواین که با دولت یک جا باشن، بلکه طالبان میخواین جایگزین دولت فعلی یا نظام فعلی باشن. در این صورت جستجوها و یا هم تلاشها برای مذاکره یا صلح از دیدگاه شما چه مفاده خواهد داشت؟ خب سکو جان، ما امیال یک قانون اساسی داریم. قانون اساسی ما قانون برتر بر قوانین دیگه کشور ماست. صلاحیت ها همه گش روشن است، مراجع دارنده ای صلاحیت ها روشن است. نظام مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نظام است که حتی در قانون اساسی صراحت داره که قابل تعدیل هم نیست، ولو که ما لوی جرگه قانون اساسی رو دایر کنیم اونا تعدیل کردن نمیتونن. پس میخواییم بگویم که دولت دیگه جز از راه قانون اساسی آمده نمیتونه، یعنی آیا از طریق کودتا، از طریق انقلاب؟ خب انقلاب خب مردم میکنن،
کودیتار هم یک بخش از نظامی های جامعه میتونن بکنن. یعنی از دیدگاه یعنی شما مردم... یگانه راه مراجعه به قانون اساسی افغانستان است و تطبیق قانون. بله، مثلا من این مثال روشن میگم، بفرماین بیاین یک حزب ثبت شده باشن، قانونی عمل کنن، به انتخابات ریاست جمهوری کاندید بتن، به پارلمان کاندید بتن، برنده شدن. بله، همگی اطاعت میکنم. سپاسگزاریم. تشکر استاد از حضورتان در گفتگوی امشب. مهربان شما زیاد. بینده های گرامی، از شما همچنان سپاس. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. تشکر.